برای مریم قسمت 25. بابا بزرگ تشکش را با فاصله کمی از مامان بزرگ پهن کرده و صدای آرام نفس کشیدنش می آمد. یواش قدم برداشتم و به طرف مامان بزرگ که روی مبلش نشسته بود رفتم. قرصهایش را با لیوان آبی به دستش دادم و گفتم بخور تا لامپ رو خاموش کنیم، چشم بابا بزرگ رو اذیت میکنه. لیوان آب را از دستم گرفت و گفت خاموش نکنی یا دلم ترکید، اینقدر توی اون خراب شده بیمارستان تا تکون میخوردن برق رو خاموش میکردن و میگفتن بخوابین. لیوان را روی تاخچه گذاشت و به کنارش اشاره کرد. وقتی روی مبل نشستم نگاهی به سر و صورتم انداخت و گفت چشم زنه دکتر رحمتی رو بد جوری گرفتی، یا رفته بودی پرستار رو صدا بزنی بیاد فشارم رو بگیره. برگشت به من گفت یه وقت به ما بدین بیایم خواستگاری. گریه سفت روسریش را باز کردم و آن را از سرش کشیدم. وقت برای این حرفا زیاده مامان بزرگ، بگیر بخواب. اخ می کرد هر وقت من حرف اینا رو زدم تو گفتی وقت بسیاره، کی بهتر از ایشون؟ ندونم مشکل حاج احمد چیه که هی اینا رو جواب کنه. تا وقتی من و بابا بزرگ زنده استیم اون چی کار است؟ سرمون رو هم اگر گذاشتیم زمین مردیم، عموهات هستن. بلند شدم و دستش را گرفتم و او را از روی مبل پایین آوردم. تشکش را مرتب کردم و گفتم بیا به خواب مامان بزرگ، فردا صبح هم روز خداست. دراز کشید و از من خواست کنارش بنشینم. وقتی دو زانو کنارش نشستم پرسید تازگی ها خواب بابات رو ندیدی؟ دستی به سرش کشیدم و گفتم نه، خیلی وقتی که ندیدم. و نگفتم تقصیر توست که خوابش را نمیبینم، که اگر سالها پیش وقتی خوابی را که از او دیده بودم برایت تعریف کردم نمیگفتی اگر حاج احمد پسر عیسی خان را بیشتر از پدر خودت دوست داشته باشی دیگر خوابش را نمیبینی، من میتوانستم باز هم خوابش را ببینم و نترسم. که چرا حاج احمد را بیشتر از مردی که گاهی فقط به خوابهایم میآید دوست دارم؟ آن روز دعوایم کرد که چرا گفتم حاج احمد را دوست دارم. با گریه به خانه عیسی خان برگشتم. عیسی خان دلیل گریه‌ام را پرسید و مامان از زمین خوردنی گفت که باعث شده پایم درد بگیرد و هیچ نشانی از درد نداشتم تا جوابگوی نگاه پر از شک عیسی خان باشد. یا سؤال سیما مامان که کجا زمین خوردم؟ پتهای مامان بزرگ که سنگین شد و روی هم افتاد، از جا بلند شدم و بیرون رفتم. عمو ساسان نبود، نه داخل حیات و نه خانه. صدای جیر جیرک ها تنها صدایی بود که می آمد. روی نرده نشستم و همه موهایم را به یک طرف شانه هم آوردم. به آنها چنگ زدم. آن روزی که با گریه به ویلا برگشته بودم، آنقدر گریه ام را طول داده بودم تا فرهاد من را ببیند و دلش بسوزد که چشمانم اشکیست و به مامان بگوید تا وقتی که کیا کلا هستیم دیگر من را به خانه مادر بزرگم نبرد، یا مثل همیشه بگوید تو قشنگی، خیلی قشنگ، حتی اگه گریه کنی. با سر و صدایی که از پشت سرم آمد ترسیدم و از روی نرده بلند شدم. عمو ساسان به حالت دو به حیات آمد. چکمه هایش گلی بود و آبی که داخل چکمه هایش بود هم باعث می شد کند قدم بردارد و هم سر و صدایش زیاد باشد. وقتی من را دید یک دفعه ایستاد و گفت تو چرا بیداری؟ در حالی که هنوز نگاه هم به حالت دست پاچهش و سر و وضع کثیف و خیسش بود گفتم کجا رفته بودی عمو؟ چرا سر تا پات خیس و گلیه؟ چشم از من گرفت و گفت رفته بودم سیگار بکشم، افتادم تو چاله. اجازه نداد بپرسم چطور و در کدام چاله ای افتاده است که اینطور کل تن و لباسش خیس شده است. به طرف چاه آب رفت و چکمه های بابا بزرگ را از پایش درآورد و کنار آن انداخت.
سطل آب را برداشت و نیم نگاهی به من کرد و توپید: برو بگیر بخواب دیگه. با تشری که زد غافلگیر شدم. عقب عقب رفتم و به اتاق برگشتم و کنار بابا بزرگ دراز کشیدم. تا لحظه ای که بیدار بودم صدای قدم زدن عموساسان را می شنیدم و بیخوابی و بیقراریش را از صدای قدم هایش در ایوان حس می کردم. صبح هم تا هوا کمی روشن شد به سراغ مادر بزرگ آمد و بعد از احوال پرسیدنی که کاملا بی حواس و فقط جهت رفع تکلیف بود خیلی سریع رفت. هرچه بابا بزرگ خواست بماند و روی ایوان بنشینیم و دور هم صبحانه بخوریم قبول نکرد. بعد از خوردن صبحانه، آن هم به شکلی که بابا بزرگ دوست داشت، به مدرسه رفتم. کسی جز آقای رمضانی که بچه های مدرسه او را عمو پسر صدا می کردند در مدرسه نبود. این اسم از قدیم روی آقای رمضانی مانده بود. پسر عموی چند تا از دانش آموزان قدیمی مدرسه بود و این موضوع باعث شد در طول سالهایی که سردار مدرسه بود همه و از جمله خود من او را به این اسم صدا بزنیم. تا من را دید استکانی را از داخل گنجه برداشت، چون از حساسیت من خبر داشت. با تنگ آبی که کنار دستش بود آن را آب کشید و استکان را بالا آورد و گفت: ببین خانم ملک سرایی، برق افتاده، هم دیگه ندانیم تو مدرسه خدا را شکر چایی بریزم. سری برایش تکان دادم و گفتم: دستت درد نکنه، بریز. روی صندلی نشستم تا چایی را که برایم آورده بود بنوشم. عاشق این بود که برای معلم های مدرسه چای بریزد و بعد غیبت معلم های مدرسه ابتدایی کیا کلا را بکند. وقتی چای را به دستم می داد از پنجره نگاهی به جاده انداخت و گفت: بچه ها، مخصوصا لاکوزان کون، اگه خبردار بشن اینجایی، هر جا باشن بدو بدو میان، پیغام دادم بهشون که شما اومدین. چای را نزدیک دهانم بردم و گفتم: دلم خیلی براشون تنگ شده. گاهی وقتها صبح یه دفعه از خواب میپرم و فکر میکنم خواب موندم و مدرسه هم دیر شده. سرش را تکان داد: خدا پدرت رو بیامرزه که اومدی اینجا بالا سرشونی. هرچند پدر و مادر این زاکون معرفت ندانن و پشت سرت حرف زنن. چای به دست بلند شدم و به طرفش رفتم. پشت سر من میگن؟ چی میگن؟ دست پاچه گفت: وا بده خانم معلم، ناراحت نبو. حرف مردم با آدم دنیا میاد، با آدمم از دنیا میره. استکان چای را به دهانم نزدیک کردم و جرعه ای از آن را نوشیدم و گفتم: ناراحت نیستم عمو پسر، فقط میخوام بدونم چی میگن. دستش را بالا برد و گفت: به امام حسین توی دکان که حرفت رو زدن، من ساکت ننشستم و جوابشون رو دادم. قسم نخور عمو پسر، مگه چی میگن که شما ساکت ننشستی؟ لبخندی هم زدم تا به او اطمینان بدهم ناراحت نیستم. چشم گرفت و گفت: میگن شما تو کلاس به لاکوزا کن گفتین مقرعه رو از سرشون بردارن، خودتون هم برداشتین و باهاشون درباره مرد بردن حرف زدین و چشم و گوششون رو باز کردین. با تعجب نگاهش کردم. نمیدانستم از حرفایی که شنیدم بخندم یا گریه کنم. با همان تعجب گفتم: بچه ها توی حیات ورزش کرده بودن و گرمشون شده بود، نمیتونستن از شدت گرما توی کلاس بنشینند، عرق کرده بودن. من گفتم میتونن مقنعه هاشون رو بزنن کنار تا یه خورده خنک بشن. کجای این کار اشکال داره؟ مگه مرد بود تو کلاس؟ خودمون بودیم و خودمون. من چشم و گوششون رو باز میکنم، یا پدر و مادرهاشون که به دختر 13-14 ساله میگن امسال سال آخریه که میری مدرسه و بعدش باید شوهر کنی. انتظار دارن وقتی دانش آموزم میاد به هم این حرف رو میگه بی تفاوت رد بشم و بهشون توان و جذر و رادیکال یاد بدم. معلومه که میشینم و در مورد مرد بردن و نبردن میگم. باز هم میگم تا وقتی که اونا بگن منم ضدش رو میگم. وقتی توانایی دادن خرج بچه رو ندارن چرا باید بچه دار بشن؟
چرا وقتی به مادرهاشون میگن برین در موگا قرص بگیرید و بخورید رو ترش میکنن؟ هر دو دستش را بالا آورد و گفت تی اعصاب خرد نکن دوتر، چه اشتباهی کردم بهت گفتم. به دهانش زد و گفت انشالله لال بوم. اصلا چی شد من این حرف رو زدم؟ کیفم را برداشتم و گفتم من میرم ویلا، اگه بچه ها اومدن و سراغم رو گرفتن بگو بیان اونجا. پشت سرم تا حیات آمد و گفت الان که ویلا کسی نیست، علی دریایی بوش و مشهد، کلید ندانی؟ بمون همینجا، بچه ها هم الان میان. تون تون از حیات که چمنهایش در نبود بچه های مدرسه رشد کرده و تمام حیات را گرفته بود گذشتم و به عمو پسر نگفتم که منظورم جاده ویلاست، نه خود ویلا. تا جاده ویلا با سرعت رفتم، اما همین که رسیدم آرام شدم. اشک و بغضی را درون خودم به بند کشیده بودم که مطمئن بودم اگر رهایش کنم به قدر چند بار رفت و برگشت در جاده ویلا کفایت می کند. مثل این که مقوله شوهر کردن در طول تاریخ مهم بوده. اگه مامان این حرفا رو می شنید دیگر اجازه نمی داد در مدرسه کیا کلا درس بدهم. راه رفتن در جاده ویلا همراه با دلی پر از غم بود، حتی غمهایی ناشناخته که هنوز علتش را نمی دانستم و فقط به خاطر حرفهای غیر منصفانهی که پشت سرم می زدند نبود. غم بی صاحبی بود، مثل عروسی که جهازش آمده باشد و خودش هنوز نه. هرچه بیشتر به ویلا نزدیک شدم، به جای اینکه ویلا در تخم چشمانم بنشیند فرهاد آمد و خودش را به رخم کشید. دلم برایش تنگ شده بود، تنگ شده بود و من می دانستم این گناه نابخشودنی لذتش از همه گناهانی که کردم و حتی در آینده قرار است بکنم هم بیشتر است. با سر و صداهایی که پشت سرم آمد به عقب برگشتم. دخترها به طرف جاده ویلا می آمدند و خانم معلم می گفتند. دویدنشان باعث شد لبخند بزنم. دیگر مهم نبود پدر مادرشان چه میگویند. حتی مشکل فرهاد را هم حل کردم. می توانستم وقتی به تهران برگشتم در یکی از همان خلوت‌هایی که خودش گیرم میانداخت من او را گیر بیاندازم و بگویم تنها به یک شرط حاضرم تا آخر عمر به پایش بنشینم و آن این است که ثابت کند بیگناه است و رفتن عمو مهران به قرارگاه اشرف و جذب منافقین شدنش هیچ ارتباطی به او ندارد. من هم به طرف بچه ها دویدم. بعد از سالها یک بار دیگر دویدم. دویدم و احساس کردم روزی زنی مثل من پر از آرزوهای دور و دراز و حتی مثل من بیتاب عاشق شدن یا نشدن این جاده را دویده و اهمیتی نداده در دویدنش. روسری از سرش سرخورده و به روی گردنش افتاده است. بعد از برگشت به تهران بیقرار شده بودم. بیقرار دیدن فرهاد. توقعاتم از او آنقدر بالا رفته بود که انتظار داشتم بعد از یک هفتهی که نبودم هر طور شده بیاید تا من را ببیند. هنوز یک روز کامل از آمدنم نگذشته بود که این انتظار با قدرتی عجیب و با قابلیت تبدیل شدن به کینه ای عمیق در من شکل گرفت. برای همه چیز عجله داشتم. میخواستم بیاید و یک اشاره کوتاه و نمستقیم به دوست داشتنش بکند و من از او بخواهم همین حالا ثابت کند که در مورد عمو مهران بی تقصیر است. یک روز کامل شده بود و فرهاد نیامد. سعی می کردم هر طور که بلدم خودم را به نفهمی بزنم و درک نکنم که او موقعیت آمدن ندارد و باید بهانه‌ای در خور پیدا کند. مامان بیقرارتر از من بود و در این یک روزی که آمده بودم دوبار بحثمان شده بود. حتی آمدن من هم او را راضی نکرده بود و تا چشم حاج احمد را دور می دید بازخواستم می کرد که چرا طوری رفتار می کنم تا باعث شود عمو شاهین و مادر بزرگ اینقدر توقعات عجیبی از من داشته باشند.
و چرا در مقابل آنها اینقدر نرمش به خرج می دهم. پا به پایش آمدم و برایش دلیل پشت دلیل آوردم که نمی توانم دل پیر زنی که تمام امیدش من هستم را بشکنم و به روی خودم نیاوردم که با دیدن من چقدر حال بهتری پیدا می کند. هرچند با خودم که تنها می شدم به بیراهی که دلم انتخابش کرده بود و این روزها با سرعت در مسیر پیمودن آن بود فکر می کردم و آن وقت جواب مامان را پیش خودم می دادم که کدام نرمش و کدام توقع. من دارم دور از چشم همه کاری می کنم که اگر مامان بزرگ از آن بوی ببرد فقط خدا می داند به چه حالی خواهد افتاد. در آخر من بودم که تسلیم شدم، هم تسلیم حرف های مامان که می خواست به میل او جواب درخواست های عمو شاهین و مامان بزرگ را بدهم و هم تسلیم خودم و پیش قدم شدن برای دیدن فرهاد. وقتی صبح 2 روز بعد از آمدنم به تهران مامان گفت که ظهر بعد از نهار به خانه عیسی خان می رود، تصمیم گرفتم همراهش بروم. فرهاد ظهر برای نهار به خانه بر می گشت و عصر ساعت 4 دوباره به مطب می رفت. مامان رفتنمان را آنقدر طول داد که وقتی داشتیم می رفتیم 2 ساعت از آن ساعتی که خودش تعیین کرده بود آنجا باشد فاصله گرفته بودیم. بعید می دانستم بتوانم فرهاد را ببینم و هیچ اعتراضی هم نمی توانستم به بی‌بخت رفتنمان بکنم. آن وقت باید به مامان جواب پس می دادم که ساعت 2 رفتن با 4 رفتنمان چه فرقی برایم دارد. شاید شانس با من یار بود که وقتی رسیدیم رضا ماشین فرهاد را کمی جلوتر از در خانه دید و به سمتش دوید. من و مامان هم که می‌خواستیم زنگ آیفون را بزنیم عقب کشیدیم. عیسی خان در ماشین فرهاد را باز کرده و قصد سوار شدن داشت که با دیدن رضا برگشت. ثانیه ای بعد هم در سمت راننده باز و فرهاد از ماشینش پیاده شد. عینکش را از روی چشمش برداشت و مستقیم به ما نگاه کرد. مامان به طرفشان رفت. قدم برداشتن برایم سخت بود. سری تکان دادم و زیر لب سلام گفتم. با قدم هایی خیلی کند تر از مامان پشت سرش راه افتادم. عیسی خان عصا نداشت و مامان می دانست وقتی که عصا ندارد خیلی نمی تواند بایستد. از عیسی خان خواست داخل ماشین بنشیند و مانع فرهاد شد که می خواست به سمت ما بیاید. تا توانست تند راه رفت و فرهاد را از هر قدم برداشتن اضافه‌ای به سمت ما باز داشت و عیسی خان را هم داخل ماشین فرستاد. من هم بر جایم ایستادم و همانطور نگاه می کردم که مامان چطور دیدار ما را کوتاه و کوتاه تر می کند. فرهاد یک چشمش به من بود و یک چشمش هم به مامان که داشت راه رفته را به عقب بر می گشت و غیر طبیعی ترین کاری که فرهاد می توانست در این شرایط بکند آمدن به سمت من و ننشستن پشت فرمان ماشینش بود. تا در را باز کرد که بنشیند مامان را صدا زد. من هم همراه مامان نگاهش کردم. زن داداش شام بمونید. بی هیچ ملاحظه‌ای خیره‌اش بودم که با مکس ادامه داد. میخواستم شب بیام ببینمتون. چه خوب شد خودتون اومدین. وقتی رفت من کلمه به کلمه جمله‌اش را مصادره به مطلوب کردم. آن را از حالت جمع درآوردم و خطاب به خودم گفتم میخواستم شب بیایم ببینمت. چه خوب شد خودت آمدی. تصمیم نهاییم را گرفته بودم. میخواستم همین امشب به فرهاد بگویم در قبال چیزی که از من میخواهد باید چه بهای سنگینی بپردازد، اما نشد. هوا که رو به تاریکی میرفت عمو یاسین سراسیمه به خانه آمد، به اتاق فرهاد یورش برد و هرچه سیما مامان از او پرسید چه شده است و در اتاق فرهاد و لابلای کتابهایش دنبال چه می گردد هیچ حرفی نمی زد.
و فقط میخواست مادرش را بیرون بفرستد. مامان و سیما مامان با عمو یاسین درگیر بودند که پسرش به طرف من برگشت و زیر لب طوری که فقط من بشنوم گفت عمو فرهاد رو پلیسا گرفتن، رفتن تو مطبش و همه جا رو گشتن و بعد بردنش. چادر نمازم را از روی سرم پایین کشیدم و به عقب برگشتم. زنم و عفت به داخل اتاق رفته بود. قبل از اینکه تشهد و سلام نمازم را بخوانم کنارم نشست و یواش گفت اینقدر ننیش و قشنگ دعا نکن، ونگ نزن، شاید خدا عاشق دعا کردنت بشه و هی حاجتت رو ازت قایم کنه تا تو بیشتر بری در خونش رو گریه زاری کنی. و بعد سریع رفت. سرم را به سمت بالا گرفتم و آرام زمزمه کردم. آدم باید راضی باشه به رضای تو، اما من دلم داره میترکه و به کسی جز تو هم نمیتونم بگم. از جایم بلند شدم و چادر نمازم را تا کردم. مهر را از روی زمین برداشتم و به طرف اتاق رفتم. زنمو به دیوار تکیه داده و به لیلا شیر میداد. با یک دستش هم صورت او را باد میزد تا خنک شود. پروانه هم از شدت گرما کلافه شده و در جایش غلط میخورد. در را نیمه باز گذاشتم و رو به زنمو گفتم زنمو یا لیلا را از شیر بگیر یا دیگه روزه نگیر، خیلی لاغر شدی. انگشت اشارهش را بالا آورد و جلوی بینیش گرفت. هیس، تو هر روز وقت سحر این رو باید بگی؟ من پسر دارم که اگه مردم غذای نماز و روزم رو بده. بهار به طرفش برگشت. مارجان، خدا هزار سال بهت عمر بدی، بیا بگیر بخواب. روز واجبه، باید بگیری، اما بیجار رفتن چیه؟ اونم واجبه؟ حداقل یه سر برو صبح، برو بعد از ظهر بمون خونه. زنمو سری تکان داد. تو که حالیت نمیشه، نرم فردا روز خودم کار دارم، کسی به دادم نمیرسه. بهار پشت به او کرد و گفت به کی رفتی اینقدر یه دنده شدی؟ خدا عالمه، هر کاری دونی همون رو بکن. کنار بهار دراز کشیدم و یواشکی به زنمو چشم دوختم. دستش را بالا آورده و با انگشتانش حساب و کتاب میکرد. سریع چشمم را بستم. دنبال این بود که چند روز مانده تا آخر ماه شود. زنمو بدور از چشم من حساب میکرد و بهار آشکارا کنارم مینشست و روزها را میشمرد. وقتی عکس العملی از من نمیدید به طرفم خم میشد و میپرسید تو هم منتظر آقادایی هستی تا بیاد؟ سرم را تکان می دادم. از کنارش بلند می شدم و می گفتم من منتظرم آقا جانم بیاد، منتظرم میرزا سر و سامون بده گیلون رو، اون وقت دیگه کسی جرأت نکنه بیاد توی آب و خاکی که مال خودش نیست گردن کشی کنه. بهار هم در جوابم می گفت خدا به ما رحم کرد که تو ریکا نشدی. ما که دونم تو دلت چی خبر ایسه؟ پری روز تو باغ چی می خوندی؟ چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. آقا دایی رو میگفتی دیگه، وگرنه مگه کس دیگه ای رو داری تا محتاج مهربانی او باشی؟ بهار به فکر مارجانش بود، به فکر این که من بگویم آقا داییش را پسندیدم تا خیالش از طرف من جمع شود. به فکر روزهایی بود که با سرعت میگذشت تا به آخر ماه برسد. میدانست که اگر آقا داییش بیاید یعنی آمده که بگوید دختره کریم جنگلی همانطور که به چشم عفت خواهرش خوش آمده به دل او هم نشسته، و این میتوانست تمام غم و غصه زنمو را از دلش ببرد. زنمو هم قشنگ دعا میکرد، هر دو دستش را بالا می برد و گریه کنان با خدا حرف می زد. یک بار شنیدم که برای برارش دعا می کرد که خدا به اندازه تمام برگ های درختان و ریگ های ساحل به پول و مال او برکت دهد. از وقتی که برار زنمو اومده و رفته بود من آواره شده بودم.
آواره این خیال و آن خیال. لبه پیراهنم را سوزاندم، کوزه دوغ زنمو را شکستم، لیلا را نزدیک بود بیاندازم و اینها آشفتگی زمان بیداریم بود. وقتی هم که میخوابیدم گاهی خواب میدیدم که چند قدم با دریا فاصله دارم و در جایی هستم که اسمش بالا کوه نیست، و گاهی وسط باغ در حالی که دانه های نخود را در زنبیل میگذارم چشم به راه جاده هستم تا مردی با آستین های تازدش به سمتم بیاید و آسمان هم رنگین کمان دارد. روز دراز بود و شب کوتاه، اما برای من برعکس بود. تا به خودم می آمدم اذان مغرب را می گفتند. وقت افطار می شد و دور سفره می نشستیم و زنمو از شیرین بودن زیاد فرنی می گفت و بعد از آن دیگر زمان نمی گذشت. اولین سالی بود که روزه می گرفتم و مشتاق اذان صبح بودم، نه مغرب. صبح بعد از رفتن زنمو لیلا را با چادر به کمرم بستم و حیاط را جارو زدم. بهار روی ایوان ایستاده بود و نگاهم می کرد. گوش تیز کرده بود من چه با خودم زمزمه می کنم تا سری به حافظه اش بسپارد و بعد ربطش را به آداییش پیدا کند. هر کاری می کرد تا من از آداییش حرفی بزنم و من نمی زدم. از پله ها پایین آمد و از چاه آب کشید و جلوتر از من با دستش روی زمین آب پاشید و گفت خاک رو نمی بینی هوا بشو، یه ذره آب بپاش و بعد جارو بکن، روزت باطل میشه ها. از وقتی که سلمان آمده برفته بود دیگر زنمو کاری به کار من نداشت، فقط گاهی می دیدم که به من زل زده است. اما بهار همیشه دنبالم بود و مدام در کارهایم سرک می کشید و کلافه بود. جلو رفتم و جارو را به سمتش گرفتم. تو بهتر می تونی بیا جارو بکن، لیلا هم روی کولت نیست که سختت باشد. سطل آب را زمین گذاشت و به پشت سرم رفت. لیلا را بازور به طرف بالا کشید و گفت خودت لیلا رو کول میکنی، بذارش زمین راه میره، چلاغ که نیست. لیلا را به طرف پله برد و پروانه را صدا زد تا کفش لیلا را به پایش کنه و دستش را بگیرد و دور خانه بگرداند. خودش هم به طرف طویله رفت تا برای گاو و گوساله آب بگذارد. ظهر وقتی زنمو به خانه آمد نفس نداشت حرف بزند. لیلا وقتی او را دید با سرعت به طرفش رفت تا شیر بخورد. نمیفهمید این شیر نیست که دنبالش است، بلکه شیره جان مادرش است. زنمو روی پله نشست و خودش را به لیلا واگذار کرد. لیلا دست انداخت و یقه پیراهنش را پایین داد و با تکیه بر سینه زنمو شیر خورد. هنوز کامل سیر نشده بود که بهار با نگاه به جاده گفت مارجان یقت رو ببند، یه نفر داره میاد، یه کیسه هم رو کولش داره. زنمو از روی پله بلند شد و به من که لباس ها را روی تناب پهن می کردم گفت بیا بوشو عقب ببینم این کیه. ناخودآگاه به پشت سرم نگاه کردم. مردی تفنگ بر دوش با کیسه ای روی کولش به طرف ما می آمد. هرچه نزدیکتر می شد بهتر می توانستم صورتش را ببینم. ریش داشت، اما نه به بلندی ریش های آقا جان و عمو رحمانی که آخرین بار وقتی او را دیدم ریش هایش حتی از آقا جان هم پرپشت تر شده بود. عهدی بود که جنگلی ها با هم بسته بودند، ریش هایشان را اصلاح نمی کردند مگر وقتی که گیلان و مردمش در آرامش باشند. مرد جوانی بود، چهار شانه و بلند بالا، موهایش کمی پیچ داشت و حیایش اجازه نمی داد کامل به داخل حیات بیاید. با سری پایین سلام کرد و کیسهش را روی زمین گذاشت. زنمو زیر لب با خودش گفت حتمی از رحمان و کریم خبر بارده. زنمو به سمت مرد رفت. من و بهار منتظر ایستاده بودیم تا ببینیم مرد چه می خواهد به او بگوید. زنمو در دو قدمیش ایستاد و گفت زک جان
از کریم الرحمان خبر دانی؟ مرد سرش را تکان داد و گفت: بله، من مال دهات کوه کنارم، اومده بودم به میمار سر بزنم که آقا کریم گفتن یه سر هم به شما بزنم. خم شد و اشاره‌ای به کیسه کرد و ادامه داد: این هم آغوزه، برای شما فرستادن. زنمو با ناراحتی گفت: آغوز میخوام چه بکنم زک؟ نگفتن خودشون کی میان؟ مرد سرش را به نشانه غم تکان داد: معلوم نیه خاخور، مشکلات زیاده، دعا بکنین. در تمام مدتی که حرف میزد سرش پایین بود. زنمو وقتی دید مرد نگاهش نمیکنه و حجب و حیا دارد پرسید: مال کوه کناری؟ من اونجا بیجار زیاد میرم، پسر کی هستی؟ مرد جواب داد: من ایرجم، پسر گل علی. زنمو لال شد، مات به مردی که خودش را معرفی کرده بود زل زد: من به بهار نگاه کردم و بهار به من. سکوت طولانی زنمو باعث شد ایرج خدا حافظی کند و برود. زنمو عقب عقب آمد، کیسه آغوز همانجا ماند و بهار به طرفش رفت و گفت: مار جان، نذر کردم اگه آقا دایی همین روزا بیاد، بعد عید یک هفته اضافه تر روزه بگیرم. آغوز به معنای گردو و خاخور به معنای خواهر است. زنمو با همان نگاه مات و مبهمش برگشت و به بهار نگاه کرد. بهار به گمان خودش حرف خوبی زده بود، اما با حرفش فقط شکی که در سر زنمو شکل گرفته بود را تأیید کرد. از همان جایی که ایستاده بودم بی صدا راهم را کج کردم و به سمت خانه خودمان رفتم. طاقت نیاوردم و همین که پا روی ایوان گذاشتم به عقب برگشتم. زنمو در حین راه رفتن دست به پشت کمرش برده و چادر گلیش را از دور کمرش باز کرد و روی زمین انداخت. بهار که از پشت سرش می آمد چادر را برداشت و دنبالش را افتاد. لیلا هم ماتم زده به مادرش نگاه می کرد و دیگر دنبال خوردن شیر نبود. با نگاه هوشیارش نشان می داد که غم ناگهانی مادرش را کاملا حس کرده است. دو قدم به عقب برگشتم تا به زنمو بگویم که اشتباه فکر می کند. مردی که دیده فقط برای آوردن آغوز آمده و من هم در همین زمان کوتاهی که گذشته چهرش از یادم رفته است و در مورد او هیچ فکری در سرم ندارم. اما مکس کردم، ایستادم، نگاه به بهار دوختم و بعد به دورترها و جاده. حرف که از دهانم بیرون می آمد دیگر فقط حرف خشک و خالی باقی نمی ماند، معنی و معناها پیدا می کرد و برای زنمو می شد سند. سند این که دل من به برارش راضی است و سکوت این چند وقت اعلام رضایتی بی صدا بوده. رفتن و نرفتن انتخاب بین زنمو و آقا جانم بود. کوتاه آمدم، به عقب برگشتم، اما چیزی که در دلم می گذشت راه خودش را می رفت. او را نمی توانستم از حرکت کردن باز دارم. دلم چشم به روزهای باقی مانده داشت، به امشبی که آخرین شب قدر هم می آمد و آخر ماه آنقدر نزدیک بود که بهار برای روز بعد از عید نذر دوباره روزه گرفتن کند. به مردی که قرار بود با آمدنش حرف ها بزند، حرف های مهم. تند به سمت اتاق رفتم، به چیزی فکر کردم که در روزهای قبل به آن فکر نکرده بودم. فقط به خودم و دلم اندیشیده بودم و هرگز به این که اگر سلمان می آمد بعد از آن چه می شد، نه، آقا جان اگر می فهمید چه خبرها شده، آرام و قرار نمی گرفت. اسبش را این بار برای برگشتن به خانه زین می کرد. دلم پیش زنمو و بهار بود و همین حس ماندن در اتاق را برایم مشکل کرد. از اتاق بیرون آمدم، بهار چادر و شلوار کار مادرش را شسته و در آفتاب آویزان می کرد تا خشک شود.
لیلا و زنم او پیدایشان نبود و امیدوار بودم مثل همه روزهای قبل کنار هم خوابشان برده باشد. زنم او از زور گرسنگی و خستگی و لیلا از خیال جمع و سیری شکم. بهار به طرفم برگشت و بعد نیم نگاهی به کیسه آغوز انداخت. با اکراه به آن سمت رفت و کیسه آغوز را با خودش تا نزدیک پله ما کشید و سرش را بلند کرد و با اخم گفت: میمار جان، دل داره میترکه، گناه داره با زبان روزه اینقدر حرص جوش بخوره. با این حرفش جرأت کردم دهان باز کنم و من هم چیزی بگویم. خب من چی کار بکنم؟ فکر کنی خوشحالم اینطور بابا؟ از پله ها پایین رفتم و رو به رویش ایستادم. منم ناراحتم، دوست ندانم اذیت بشه، ولی کاری نمیتونم بکنم. دستم را گرفت و گفت: چرا نتونی؟ میتونی. یک کلام بگو آقا دایی به دلت بنشسته؟ همین رو هم نمیگی؟ به خدا انقدر خوشحال میشه. سرم را پایین انداختم. چند بار بگم که اختیار دارم آقا جانمه؟ باشه، تو درست گونی، اما فکر بکن عمو کریم راضی استه. تو نظرت چیه؟ آقا دایی رو دوست داری؟ راضی استی بهش؟ سرم را بالا بردم و خیره در چشمانش گفتم: مگه فقط به گفتن منه؟ آقا دایی تنوز نیومده، مگه قرار نبود بیاد؟ بهار با تعجب نگاهم کرد و بعد خندید و دست دور گردنم انداخت و من را به طرف خودش کشید و گفت: الهی من برات بمیرم، میاد بلا میسر، مگه میشه نیاد؟ یه چند روز مونده، هنوز صبر بکن، حتما میاد، تو فقط راضی باش. دستش را از دور گردنم جدا کردم، عقب رفت و لگدی به کیسه آغوز زد و گفت: دست به اینم نمیزنی ها، خودم برمیگردم و میام یه کاریش میکنم. دو طرف پیراهن بلندش را گرفت و به طرف خانه خودشان دوید. نماند تا بگویم از خودش حرف در نیاورد و حرف من را هم نشنیده بگیرد. از کیسه آغوز فاصله گرفتم، نه به خاطر حرف بهار، دل خودم نمیخواست به آن دست بزنم. پایان قسمت 25.